پس از گسترش ویروس کرونا در پایتخت، اینجا شماری از عالمان دین و مسئولان وزارت ارشاد حج و اوقاف گرد آمدند، در فتوای تمامی گردهمایی‌ها را تا بهبود اوضاع بهداشتی ممنوع اعلام کردند. ټول دینی، مذهبی، ټولنیز، سیاسی او کلتوری غونډې د وضعیت ترخه کېدو او د دې ناروغۍ تر له منځه تلو پورې منع دي. میگویند که بر بنیاد آیات قرآن، احادیث پیامبر اسلام و نیز توصیه های وزارت صحت عامه، جلوگیری و وقایه از بیماری های ساری این تصمیم گرفته شده است. در بخش از متن فتوای این عالمان دین آمده است که جسد افرادی که مبتلا با ویروس کرونا هستند باید با تدابیر ویژه و شمار اندک از نزدیکانش به خاک سپرده شوند. مردم مسلمان در خانه های خود با خانواده و فامیل نماز را به صورت جماعت و تنهایی اقامه نموده، پس از ادای نماز با دعا و تضرع در پیشگاه خداوند متعال بخواهند که این مصیبت بزرگ را از جامعه اسلامی و جوامع انسانی دور نماید. از سوی دیگر رئیس این کمیسیون از حکومت می‌خواهد که مالیات را تا پایان تهدید ویروس کرونا و برگشت مردم به زندگی عادیشان لغو اعلان کند. تکس مالیات را در مواد خوراکه این را هم معاف بکند، تا خود زمینه را برای احتکار و برای بلند بردن نرخ مساعد نشود. از تجار عزیز و گرامی خواهشمندیم که اونا هم کرایه دکاکین خود را و جاهایی که به کرایه دادن به خاطر مساعدت با مردم افغانستان و رفع تشویش‌های مردم افغانستان معاف بکنند. این در حال است که روز گذشته ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت هرات بر بنیاد فتوای عالمان دین و به علت گسترش ویروس کرونا در آن ولایت دروازه 500 مسجد را بستند و از ادای نمازهای جماعت ممانعت کردند.